بینندگان گرامی، درود به شما. در برنامه این هفته دیدار با هنرمندان و نویسندگان گفتگویی داریم با رحیم کریمی، هنرمند فیلمساز و عکاس. رحیم کریمی متعلق به نسل دوم تبعیدی و هنرمندیه که در تبعید کار فیلمسازی و عکاسی را آغاز کرده و در اینجا فرا گرفته و حرکت میکنه. به صورت عمده یک هنرمند تبعیدی از نسل دوم، طبعا نگاه ها و دیدگاه هاش میتونه خیلی تازه تر و نوتر باشه نسبت به نسلی که من بهش تعلق دارم. من به همین گفتار محدود بسنده میکنم و میپردازم به گفتگو با رحیم کریمی. رحیم کریمی عزیز، سپاسگزارم که در برنامه دیدار با هنرمندان و نویسندگان شرکت کردی و دعوت من رو برای این گفتگو پذیرفتی. متشکرم. من اولین پرسشم اینه که شما از کجا شروع کردی؟ اصولا انگیزت برای حرکت در زمینه سینما و عکاسی چی بوده و چجوری شروع کردی؟ در ایران شروع کردی یا در تبعید؟ بله، با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون کومله، خیلی خوشبختم که در خدمتون هستم. خدمتون عرض کنم من شیرازی هستم، از شیراز میام و خونه ما دقیقا بغل کانون پرورش فکری بود و وقتی که بچه های بزرگتر از خودم رو میدیدم میان توی محله با اون کتابایی که با خودشون آوردن، خیلی علاقه‌مند شدم. برام جالب بود چون که یه تیپ خاصی بودن نسبت ما که تو کوچه بازی میکردیم و اینا، و علاقه‌مند شدم. رفتم کانون پرورش فکری و کتاب میگرفتم، توی برنامه مختلفشون شرکت میکردم. ببخشید. تا اینکه از سن 14 سالگی وارد فرهنگ هنر شیراز شدم، بخش سمی بصری زیر نظر آقای سبزلیان، و شروع به فعالیت فیلم سازی کردم. این چه سالی بود؟ این 1354 بود. 54. که آموزش فیلم سازی رو از اونجا شروع کردم. اومدم جلو، گهگاه کار تئاتر میکردم باز و بچه های اداره فرهنگ هنر شیراز، تا اومدم سال 1358 که به عنوان مربی فیلمسازی و عکاسی کانون پرورش فکری شروع به کار کردم و در واقع همون جایی که خودم آموزش دیده بودم شروع کردم به کار و این باز ادامه داشت تا سال 60. و سال 60 اومدم تهران همزمان که توی کانون پرورش فکری اون موقع با آقای عبدالله باکیره اونجا کار میکردم و اون یکی از بچه های دیگه که الان خاطرم نیست، ولی توی یه مرکز آموزش فیلمسازی بود که به جای سینما آزاد شروع شده بود، شروع کردم به کار کردن. و چون که من عقایدم به لحاظ سیاسی کاملا متفاوت بود با بچه هایی که اونجا کار میکردن، اونا کلا از رژیم حمایت میکردن و خط رژیم رو پیش میبردن و من کاملا یه جای دقیقا روبروی اونا وایساده بودم. این بود که توی یکی از این مسافرت هایی که میخواستیم بریم قم یه گزارش تهیه بکنیم برای فیلم مستند، من از توی اون مسافرخونه فرار کردم تو قهوخونه‌های سر راه و برگشتم شیراز. و بعدش که وارد فعالیت‌های سیاسی شدم و یه مدتی بله درگیر و دربند بودم در شیراز و بعد از اون به سوئد اومدم به عنوان یک پناهنده تبعیدی از طریق سازمان ملل اومدم اینجا و توی سوئد باز شروع کردم به تحصیل سینما. اینجا کار رو یاد گرفتین در واقع اساسیش رو. من به نظرم هر کاری که تو ایران کردم همه رو حتی تا کنون کارهای تجربی حساب میکنم. کارهای ایران رو مشخصا کارهای تجربی حساب میکنم و ولی به شکل اکادمیک وقتی که اینجا سینما خوندم، سینمای مستند خوندم، بعد از اون بود که به شکل حرفه‌ای تر شروع کردم به کار. تا اونجایی که من اطلاع دارم شما در یک مسابقه عکاسی یک جایزه گرفتید که من تا گفتگوی شما رو در وایس آف آمریکا دیدم. بله. آره، که حالا بعداً راجبش طبعا بله. صحبت میکنم، ولی من میخوام بپرسم که شما بیشتر به فیلم علاقه داری یا به عکس؟ حالا من
در واقع کار اصلیم سینماست، فیلم هست و عشق و علاقه هم سینماست، ولی به قول میرزا آقا عسکری جامعه در گروه نان دارم به خاطر امرار معاش زندگی. خب توی عکاسی میتونستم راحت تر کار بکنم و وارد این حرفه شدم و عجیب دست و پای منم بست، ولی با این حال فعالیت های فیلم سازی خودم ادامه دادم. ولی کلا نه، من بیشتر علاقمند هستم به فیلم و حتی توی اکثر عکسام که شما نگاه میکنید گهگاه سعی میکنم حتی سوژه رو بیارم تو خود عکس، یعنی سوژه‌ای که میتونه توی فیلم باشه، توی سکانس فیلم باشه، بیارم توی یه تصویر، اونو به تصویر بکشم. شاید درست. یکی از علتهایی که عکسای من یه مقدار شکل مستند داره شاید این باشه. در واقع بذار این بپرسم که تو عکسات چه چیزی محوریه، چه چیزی در درجه اوله؟ طبعا یه بخشی از کارت به صورت کار حرفه‌ای گرداندن استودیو که باز اونجا راجبش صحبت میکنیم، ولی در کارهای دیگه‌ای که داری، در کارهای مستند یا هنری دیگه‌ای که داری، چه چیزی محور، یعنی چه تو تاکیدت رو کدومه؟ رو طبیعت، روی جامعه است، روی مردمه؟ چه چیزی در عکس تو نقش در جوهر رو بازی میکنه؟ بله خدمتتون عرض کنم، من چون که از طریق عکاسی به قول معروف تجاری زندگیمو میگذرونم، خب درآمد اصلی من صرف این میشه که عکسای که پورترهایی که میان توی استودیو میگیرن یا عکسای که مردم از ازدواجشون میخوان فیلم یا عکس تهیه بکنن و کارای اینجوری هست که خب کار ایدئال من نیست، ولی باز با این حال همین سوژه ها هم باز من سعی میکنم به هر شکل شده پیوندشون بشم بدم، پیوند بدم این سوژه ها رو به زندگی روزانه، بیارمش توی اجتماع. یعنی خیلی راحت یه عروستاماد برمیدارم میارم وسط خیابون، وسط مردم، اونجا کار میکنم باشون و عکسای خوبی هم میشه، عکسای قشنگی میشه، عکسای کار نوعی میشه نسبت به اینکه خب حتما باید بری بغل یه درخت نگرشون داری یا مثلا توی استودیو یه پوز آنچنانی بری عکس بگیری. اینه که یه مقدار اینجا سنت شکنی کردیم و یه سری کارهای نو تو این زمینه میکنیم، ولی کلا خودم حقیقتا بیشتر به عکاسی علاقه دارم که با مردم پیوند داشته باشه، چون که به هر شکل به لحاظ اعتقادی من دلم با مردمه، حرفم با مردمه، قلبم با مردمه، و اگه امروز به عنوان یه انسان تبعیدی خارج از ایران دارم زندگی میکنم و بعد از این همه سال با توجه این که مادرم از بین رفت، هزار اتفاق دیگه افتاد، برادرم اعدام شد، ولی با این حال من اون نهی که روز اول به رژیم گفتم تا امروز و تا آخر پاش وایسادم، و علت اینه که اعتقاد دارم به این خط و خطوطی که خودم دارم در مقابل رژیم، و اینه که من نه کارهایی که در آتا مردم باشه واقعا اون شکل کار خیلی بیشتر میپسندم. طبعا مقاومت هنرمندان مردمی در برابر رژیم و تحمل فشارها، تحمل دوریها نسبت به خانواده و تمام دلبستگی هایی که آدم تو جامعه مادری خودش داره قابل تقدیر بگم. آره من هم خیلی خوشحالم که شما همچنان در مواضع خودتون محکم و استوار ایستادید و با آرمانات همچنان وفاداری. حالا در زمینه عکاسی باز مسئله من میخوام ازت بپرسم که در این زمینه که حالا توی جامعه بیشتر میگردی، حتی کار حرفه‌ای تجاری رو هم بردی توی این عرصه، حالا اینجا به چه علاوه بر خب موضوعیت چیز کاری که میکنی به چه چیزایی دیگه توش توجه داری؟ به طرحش، به نورش، به پوزیسیون های آدمات؟ مثلا برای نمونه من یه ترکیب جالبی بین این آدم ها به صورت ترکیب فیکس ایستاده با مردمی که در حرکت بودن دیدم و به نظرم خیلی جالب اومد، یعنی مثل مجسمه‌ای که وسط یه سری حرکت قرار گرفته. این یه چیز جالبی بود برام، یعنی حتی یه عکاسی تجاری مربوط به عروسی رو نیم متفاوت جلوه میده. یه چنین دیدی، یعنی طراحی این مسئله، طراحی حرکت فیکس در دل حرکت چیز، من از این قبیل کارات دیدم.
تو معلومه که آگاهانه این کار رو شکی نیست. بله، یعنی حالا برامون جالبه که از اون پیش آمدهای اتفاقی هم که در این زمینه ها پیش میاد باش برخورد میکنی استفاده میکنی یا نه تمام اینا رو با طرای قبلی انجام میدی؟ نه، هیچ کدومش با طرای قبلی نیست. چون که یه چیز جالب به شما بگم، من در واقع هفته یه فیلم بلند تهیه میکنم در واقع با نوع کاری که میکنم. ببینید، من گفتم که به شکل تجاری کار عکاسی میکنم و خب هر هفته میتونم بگم ما یه عروسی داریم و خیلی جالبه شما بدونین که دو نفر که اون روز عروسیشونه دارن نقش خودشونو بازی میکنن. یعنی من دو تا بازیگر دارم که اونجا نقش خودشون بازی میکنن و اونجا اصلا سینما در سینما میشه. یه جاهای خودشونن، یه جایی بازی میکنن، یه جایی به من گوش میکنن به عنوان کارگردان صحنه، اون چیزایی که من میخوام هستن و یه جایی هم توی حال هوای خودشون هستن. اینه که بر حسب کرکتری که اونا دارن، بر حسب لوکیشنایی که من دارم در آن تنظیم میکنم، تصمیم میگیرم که کارا رو بسازم. ولی خب یه چیز عمده که در رابطه با عکاسی حرف اولو میزنه اینه که برشک شما به شکل و فرم و کمپوزیسیون اهمیت بدین تو کاراتون و وقتی که خب آدم اینا رو بشناسه و یه تلفیقی از اینا و احساسای اون کسی که روبروی کامراش هست، دوربینش هست، شاید کار خوبی از اون طرف در بیاد. درسته. حالا جدا از طراحی معینی که آدم در میزانسن صحنه داره، در حرکتش، در نورش، همه این چیزا به جای خودش، در این حال یه سری مسائل دیگه هم در همین عکاسی از عروسی یا فیلم برداری از عکاسی به گوانه ما مطرحه. برای نمونه من فیلمی رو دیدم از عروسی در ایران که دوربین در واقع روی جمعیت که میگشت به هر آدمی که میرسید میزوم میکرد جلو، باز میبودن و میگشت عقب به نفر بعدی همینجور، نفر بعدی همینطور، و این یه حرکت باسمهی ساختگی ایجاد کرده بود تو فیلمش که من وقتی پرسیدم خب چرا این کار میکنه، این کار که قشنگ نیست مثلا تو این فیلم ها، میگفتن که اگر این کار نکنه مردمی که تو مهمونی ناراضی باقی میمونن یا همچین چیزی. آیا اینجا هم یه همچین شیشبیهی برقرار یا اصولا شما بر اساس شخصیت و کاراکتر و فضایی که میخواید کار رو انجام میدید؟ نه، اینجا چنین نیست و همینجور خدمتون عرض کردم چون که من این کار رو اصلا تو ایران نکرده بودم و اینجا گفتم به خاطر امرار معاش میکنم و نه که بگم کار بدیه، ولی حقیقتا اگه شکل بهتری بود من باور کنین کار دیگه میکردم چون که مشکلات خاص خودشو هم داره. ولی با این حال به نظر من میشه سنت شکنی کرد حتی تو اون، کما اینکه من توی سوئد این کارو انجام دادم. من شما اون افکتایی که توی فیلم‌های ایران می‌بینید یک دونه شما استفاده نمی‌کنیم. بله، خیلی زرق و برقیش می‌کنن. بله، بله. اصلا از اون خبرا نیست. یعنی در واقع ما یه مستند از عروسی این عروس ما تهیه می‌کنیم، بهشون می‌دیم و خب تو ایران این مستند امکان داره 4 ساعت 5 ساعت بشه. ولی مال ما مثلا دیگه از 45 دقیقه شروع میشه، ماکس تا 1 ساعت 1 ساعت و نیم. یعنی خسته کننده نمیشه. دقیقاً یه چیز جمع و جور مرتب و معین که به شکل فضای اون روزشون و کاراکترشون و حسشون و حال هواشون رو نشون بده. درسته. من البته این نکته‌ای که در مورد فیلم‌های عروسی در ایران گفتم شاید مثلا عمومیت نداشته باشه. من یه نمونه‌ای که دیدم اینجوری و تقریبا عصبانی شده بودم مثلا از دیدن چنین صحنه‌ای که به این شکل ابتدایی حتی فیلم برداری شده بود. مسلماً اونجا هم انواع و اقسام این حرکت ها انجام میشه، ولی این نکته‌ای که گفتی که اینجا بر اساس اون کاراکتر و فضا و شخصیت هایی که احساس میکنی فضا رو میسازی در واقع به اینها ارائه میدی تا بازسازی یک لحظه اوج در زندگیشون باشه در واقع. این خیلی جالبه. حالا جدا از این کار و کار عکاسی که در همین این زمینه در استودیو انجام میدی که من باز بر میگردم روش، آیا در زمینهای دیگه هم مثلا کار عکاسی میکنی جدا از کار تجاری اینجوری؟ بله. فرضاً برای خودت بری صحنه‌هایی رو از یه فضاهای دلخواه بگیری یا مدلای رو مشخص بیاری یا آدم‌های رو بیاری برای یه کار. بله. ازشون عکس بگیری یا بری اصلا در محیط‌های اونا بگیری عکس.
چه این کارهای دیگر هم دقیقا میدی؟ بله بله 100%. در واقع گفتم که من اون عکسایی رو که دیگه برای خودم برای دل خودم میگیرم شامل این نوع کار میشه. من یه چیزی نزدیک 20 و چند سال هست که همراه و همگام با تمام حرکت‌های اعتراضی و مردمی که خارج از کشور بوده، از آمریکا تا اروپا تا کانادا تا کشورهای مختلف رفتم، از حرکت‌های اعتراضی مردم عکس گرفتم، فیلم گرفتم، گزارش تهیه کردم، انعکاس پیدا کرده و این به نظر من یک کار مفیدی بوده که من به عنوان یک تبعیدی خارج از کشور تونستم ندا و صدا و تصویر این اعتراضات رو به گوش جهانیان برسونم، به گوش مردمان داخل برسونم و اون یه قسمت اعظمش بود که به اون میبالم و اونو اسوه قرار دادم توی کارم. و کنارش هم خب توی باز این چندین سال شروع کردم به گرفتن عکسای پورتریت از هنرمندان تبعیدی که در واقع جمع خیلی زیادی رو تونستم تا الان عکاسی کنم و شاید روی یه روزی اگه فرصت بشه بتونم به عنوان یک کتاب این عکس‌ها رو ارائه بدم که بر شکل یادگار بمونه. و خب کنارش باز چند تا پروژه مختلف عکاسی داشتم در رابطه با زن که شرایط زنان رو به شکل‌های مختلف تو عکاسی نمایش دادم که آخرینش سال 2010 توی مسابقه عکاسی بود توی آمریکا که آقای رضا دقتی یکی از عکاسانش سرشناس و بین‌المللی ایرانی داور اون مسابقه بودن که عکسای منو به عنوان عکسای برنده اون مسابقه اعلام کردن که از این بابت خودم خیلی خوشحال شدم چون که آقای دقتی رو واقعا دوستشون دارم به خاطر نوع نگاهشون به عکاسی و اینکه همراه و همگام هستن همزمان با ما. و حقیقتا از گل و گیا نه، زیاد اهل اون نیستم که دوربین بردارم برم طبیعت گل و گیا بگیرم، خیلی به ندرت از سر ناچاری، ولی از مردم کوچه و بازار تا دلتون بخواد خیلی اون شکل کار مورد علاقه منه، اون شکل کار زیاد میکنم. طبعا عکاسان زیادی هستن در زمینه طبیعت کار میکنن، این لحنی که مثلا میگه از گل و گیا، خب بعضیا این دید رو به این صورت ندارن، بلکه در ستایش طبیعت ممکن آدم یه کارهای خیلی زیبایی بکنه، یعنی هستی رو طبیعت رو معرفی بکنه، اون اشکال ممکنه این طبیعت رو ارائه بده به جهان. به هر حال اونها هم یه زمینه از کار عکاسی و درسته. بله. حالا خود این مسابقه که در شرکت کردی عنوان خاصی داشت؟ این عنوانش یه رده‌بندی معینی بود؟ نه، عنوانش زن در جامعه بود که خب عکاس‌های مختلف از ایران و سراسر دنیا عکساشون رو فرستاده بودن و که تو مسابقه بود که عکسای من جایزه اول بود. چند نفر چقدر شرکت کرده بودن؟ میدونی اینا رو؟ خیلی شرکت کننده زیادی بودن. آها. خیلی عکس اومده بود، حداقل 600-700 عکس اومده بود که بین اونا. و چند تا از عکسایشون اونجا شرکت کرده؟ من یه سری عکس داشتم. یه آلبوم داشتید؟ نه، در واقع یه سری عکس داشتم که توی مجموعه عکس عکسای من جایزه رو برد. علتی که هیئت داوران اعلام کرد که عکسای شما برنده شده چی بود؟ یعنی چه چیزی جلب توجهشون کرده بود؟ عکس رو طبعا ما میتونیم الان ببینیم. خدمتتون عرض کنم که آقای دقتی اونجا گفتن که عکسای من مثل ریاضیات میمونه، اینقدر دقیق روشون کار شده و میگفتن که شکل و فرم و نورپردازی تو عکس‌ها خیلی خیلی خوب رعایت شده و این فرم و این
حرفی که من میخواستم با حرفام بزنم خیلی خوب تونستم بیان بکنم. فهیم جان اول سلام و آفرین به خاطر این کار بسیار زیبایی که کردین و بازی شما با نور و در حقیقت میشه گفت فرم بسیار بسیار قوی هستش، یعنی بسیار پیشرفته است، اما در هر کدوم از تک اکسام میشه اینو دید که چقدر شما مسئله زاویه نور و اون فرمی که تو هر عکسی هستش خوب میشناسید و دقیق انجام میدید کارو، مثل ریاضیات کارتون. نمیدونم تا چه حد کارتون چی هستش، واقعا مثل یک چیز هندسی یا ریاضی کار کردین. اما چیز بسیار جالبی هم که طبیعی تو این عکس بود اون خود سوژش بود که چطور بدن یک انسان و اون پوشش یک موقعی همزمان با همدیگه ترکیب میشن، یک چیز میشن، بعد جدا میشن از همدیگه، بعد از داخل اون یک انسان خیلی بسیار اونم متناسب و زیبا هستش که میاد بیرون. این خیلی جالب بود تو این کارتون که هم تک تک عکس ها رو شما دقیق روش کار کردین و درست بوده و هم در مجموعه یه فکری رو که داشتید اونو تونستید بسیار زیبا عمل بکنید، چرا که این خیلی برمیگرده به این داستانی که میگیم که زبان جدید بین المللی عکاسی است و وقتی میگیم بین المللی یعنی که دیگه ژاپنی و انگلیسی زبان و زولو هم که هستش هر جای دنیا هستن ببینن باید یک حس رو داشته باشن، یک داستان رو بفهمن و این بسیار تو کار شما خیلی زیباست و دیده میشه. و در واقع حرفی که خود من هم دقیقا مثل آقای رضا دقتی اعتقاد دارم اینه که عکاسی زبان جدید دنیاست. یعنی با این زبان شما تو هر جای دنیا که باشین میتونین حرف بزنین. وقتی من یه عکس بگیرم که بتونم با اون عکس بتونم مطلبمو برسونم، میتونم این عکسامو همه جا نمایش بدم و این عکسام میتونه بر شکل تاثیرگذار باشه، کما اینکه شما وقتی اون عکس رو تو سایگون میبینین توی جنگ ویتنام که اون فرمانده ارتش داره از نزدیک شلیک میکنه به سر اون ویتنامی، رئیس پلیس سایگون بود، دقیقاً رئیس پلیس سایگون، این عکس تأثیر خیلی بسزایی روی جنگ ویتنام میذاره و خب خیلی از عکسای دیگه که توی نقاط دیگر گرفته شده یا مثلا عکسی که از چگوارا گرفته شده این به عنوان یه اثر بی‌نظیر توی تاریخ موندگار شده. درسته. اینه که بحشک به نظر من عکاسی یه زبان هست. درسته. و یاد گرفتن این زبان واقعا خیلی میتونه کمک بکنه به آگاهی مردم، به بینش مردم. حالا در بسیاری از عکس‌ها خود حادثه رویداد اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه، در برخی از عکس‌ها طراحی و نور و حرکتی که در واقع عکاس پوز میده به فیلم به چه موضوع خودش، شما بیشتر تو چه مایه است؟ تو مایه رویدادی این کارات یا تو مایه چیزه؟ من طراحیه در واقع. بله. برای من توی دو قسمتش کار میکنم. چون که در واقع الان از سال 1990 یه بحثی در گرفته در دنیای هنر بین عکس هنری و هنرمندان دوربین به دست. با توجه به ورود دیجیتال به دنیای عکاسی خیلی از این پارامترها به هم خورده. شما وقتی نگاه میکنید ببینید اوائل قرن بیستم عکاسی هنری میاد توی گالری ها و موزه ها و تا دهه 1970 فرم و شکل و موضوع بدنهای برهنه و پورتره و طبیعت حرفای اصلی بوده که تو این عکس‌ها زده می‌شده. ولی از دهه 1970 خیلی از این گالری دارا و موزه ها میان عکس‌های خبری هم وارد می‌کنن و در اون موضوع براشون اهمیت پیدا می‌کنه. بله. و اون عکس‌ها میاد در معرض عموم قرار می‌گیره و خیلی از عکاسان خیلی خوب هستن که با عکس‌های خبری و عکس‌های مستند اومدن معروف شدن، ولی کلا عکسای هنری رو بیشتر به اون شکل عکسای اطلاق میشه که توی اول که بلازه چاپای خیلی خیلی نفیس دارن، دو به تعداد خیلی خیلی کم چاپ میشن، در اختیار بیشتر موزه دارا و گالری ها قرار میگیرن و
سوم این که فرم و نور پردازی و کمپوزیشن تو اینا به شکل خیلی خیلی خوبی رعایت شده. ولی توی عکس خبری نه، امکان داره وقتی که یه اتفاق داره میفته مثل همون جریان سایگون، عکاس تو صحنه حاضر اونو میگیره، ثبت میکنه و این عکس برتر میشه، عکس سال میشه، عکسی میشه که دنیا رو تکون میده. درست. من برای نمونه خدمتت بگم که یک عکسی دیدم از جنگ دوم جهانی، یک سرباز اس اس داره با تفنگ به یک زنی که بچه‌ش هم بغلشه تیراندازی میکنه و زن برگشته پشتش به سربازه و بچه‌ش محکم در بغل خودش نگه داشته و در واقع بچه آسیب نبینه. ظاهرا اینطوری که بچه آسیب ندیبینه، ولی خب معلومه که آسیب میبینه وقتی که تیراندازی انجام بشه. ولی اینکه خودش رو به عنوان یک سپر دفاعی قرار داده در مقابل اون تیری که میدونه بهش میخوره که به بچه نخوره، حداقل اول نخوره، یا یه شانسی برای اون بمونه که زنده بمونه، این خیلی صحنه تکان دهنده ایه. یعنی صحنه در این حال بسیار زیبا و انسانیه و در این حال بسیار بی‌رحمانه و جنایتکارانه است. یعنی یک تضاد عجیبی در این عکس موجوده، تناقض عجیبی در این عکس موجوده که هم عشق و انسانیت رو نشون میده، هم نفرت و جنگ رو، نابودی رو. دقیقاً. یعنی این زبان عکاسی گاهی آره، گاهی میبینی که تو اگر بخواد، من حالا هر چقدرم توصیف بکنم شاید قادر نباشم این صحنه رو بیانش بکنم. من امیدوارم که این عکس رو پیدا بکنم و نمایشش بدیم. بله، همین ضمن چیز صحبت راجبش تا ببینیم که چقدر این حرف میتونه بیان کننده باشه و چقدر اون عکس در واقع بیان کننده است. یه دنیای تصویر خب طبعا دنیای ویژه‌ایه که از 100 تا زبان هم گویاتره. بله. در واقع حالا برای من این چیزی که در عکس‌های تجاری که میگیری در کار عروسی‌ها یا مراسم یا چیزهای دیگه‌ای که جنبه تجاری داره، آیا برات همون لذت بخشی عکس هنری و دلخواه خود رو داره یا نه، یا اذیتت میکنه این مسئله؟ خب سوالا به این جوابی خوره سخته، ولی با این حال چون که من باز از همون موتیوام استفاده میکنم که کار خلاق انجام بدم، برام جالبه، برام برشک خیلی خوب هست و از اون طرفم من مردم رو دوست دارم، من عاشق مردم هستم، من با مردم زندگی کردم، من یادم آرمان خواهی هستم که برشک آرمانم با خوشی و خوبی و برشک آزادی اونا گره خورده و وقتی که خوب میبینم دوتا جوان دست به دست هم دادن زندگی رو آغاز بکنم، بله منم سعی میکنم برشک اون تصاویر رو بهترین شکل به تصویر بکشم. یعنی کمیشه سعی میکنم بهترین هم انجام بدم. بسیار عالیه. یعنی این تعریفی که تو از کار به عنوان حرفه در این حال یک کار هنری و یک کار مورد دلخواه صحبت میکنی، ترکیب به این دوتا خیلی جالبه. یعنی این تلفیق باید انجام بشه تا آدم بتونه کار روزمره شو در واقع از اون از خود بیگانگی که مارکس ازش صحبت میکنه جدا بکنه. دقیقا. و شاید مثلا در حرفه های نظیر عکاسی، فیلم برداری، این چیزا آدم بیشتر میتونه فاصله بگیره با اون بیگانگی که معمولا در کارهای روتین روزانه در عرصه کارخانه و سایر موارد دیگه مشاهده میشه رخ بده. یعنی این فاصله گرفتن در این نوع کارها و این نوع حرفه ها طبعا بیشتره. حالا واکنش خود چیز، خود سفارش دهنده چجوریه؟ یعنی این دو جنبه داره، یکی اینکه ما یگانه بشیم با محیط کارمون، با فضای کارمون، با موضوع کارمون، یعنی بتواره نشه برای ما اون کالا، بلکه در واقع ارتباط برقرار میکنی، شما میدونی برای چی داری تولید میکنی، این خودش ارتباط انسانیه، یعنی اون از خود بیگانگی فاصله میگیری. حالا طرف مقابل چی؟ یعنی معمولا سفارش دهندگان کارها به شما از چه چیزی بیشتر خوششون میاد؟ از اینکه شما این ذوق هنری رو به کار میبری در چیز، یا اینکه بیشتر همه چیز مثلا معلومه اونجا؟
نه به نظرم جنبه بله. مهمتر من به نظرم بیشتر به خاطر اینکه من متفاوت کار میکنم به خاطر اینکه لوکیشنایی که من انتخاب میکنم خیلی متفاوت با لوکیشنای معمولی که خب خیلی از عکسای دیگه گرفته میشه. و یه مسئله دیگه خدمتتون عرض کنم، ببینین جنراسیون سوم ایرانی ها اینجا دارن ازدواج میکنن و این بچه ها آگاهیشون خیلی خیلی کامل نسبت به مدیا، نسبت به تصویر، نسبت به همه چیز، شناخت خیلی خیلی خوبی دارن روی مسائل مختلف و خیلی از چیز حرفای نو، چیزای نو، کارای نو به شدت استقبال میکنن. یعنی اسیر یک سری روتینا و چارچوبای خاص نیستن، کافی که شما بهشون یه پوز جدید بدی یا مثلا یه طرح جدید برید اینه که استقبال میکنن با کمال میل. اینه که من از اون طرفم خب من کاراکترهای خودشونم نگاه میکنم ببینم چه جوری هستن، چه شکل هستن، چقدر میشه باهاشون رفت. بعدن شروع به آمادگیشو دارن که بعدا شما کارهای هنری رو بیشتر لذت بهش بدی یا نه. دقیقاً محیط خود کارت چیه، چه جوریه، یعنی رابطه ها تو محیط کار برات چه چیزی داره، چه فضایی داره؟ چون باز این هم یکی از جنبه های دیگه در واقع زیبایی شناسی لذت کار آدم میتونه باشه، یعنی که آدم توی محیط کارش با دیگران چه رابطه ای داره، این چه فضایی داره برای تو اونجا کار کردن. بله من نسبت به کل ایرانیایی که اینجا میتونم هستیم در تبعید شاید جز اون محدود آدمایی هستم که حداقل دارم با رشته کار خودم زندگی رو میگذرونم، مخصوصا مایی که نصفمون تو ایران بوده، من نصف اون اینجا شروع شده. و خب طبعا با توجه به این که آدمم یه حس خوبی داره نسبت به آدمای متقابل خودش، من همیشه سعی میکنم مثبت فکر کنم، اینه که واقعا یه فضای صمیمی و دوستانه سر کار من هست. خب بچه هایی که میان کار میکنن خب با هم دیگه خیلی راحت هستیم، خیلی رفیق هستیم، خیلی خوب برخورد میکنیم و این جدا از اون مناسبات بیرون هست. شما توی مناسبات بیرون امکان داره خب برشک طرف بخواد بره یه چایی هم بخوره بیاد سرش مشکل و مسئله پیش بیاد، ولی خب وقتی که توی مناسبات اینجوری هستیم دوستانه و رفاقانه، بله من به نظرم خیلی خیلی خوبه، خیلی خوب. من خیلی راضی هستم. طبعا آرامش خاطر بیشتری فراهم میکنه برای کار کردن، چنین فضایی آدم رو میتونه در خلاقیتاش کمک بکنه تا کار براش ارزش‌های ویژه پیدا بکنه، از یک کار روتین خسته کننده معمولی که خیلی آدم ها تو جامعه درگیرشن و گریزی هم ازش ندارن چون مناسبات اجتماعی حکم میکنه چنین چیزی رو، آدم میتونه با فضاهای اینچنینی در محیط‌های بسته طبعا کار بکنه، ولی در مناسبات کل اجتماعی چنین فضایی موجود نیست اصولا. سود بازار دقیقا. همه چیز رو تعیین میکنه، حداقل خرج رو بکنن، بیشترین فشار رو نیروی کار وارد بکنن و غیره. طبعا کار در چنین فضاهایی اون وقت بهتر میتونه آدم رو راضی نگه داره. بله. حالا در زمینه فیلم چی؟ جدا از اون صحبتی که کردی، یه بخشی از فیلم های مستندی تهیه کردی از اعتراضات و مراسم مختلف، چه کارهای دیگه ای میکنی در این زمینه غیر از همین کار تجاری هم که انجام میدی؟ اصولا طرحی برای ساختن فیلم داری، یعنی یا بر اساس این که مثلا یه حادثه پیش میاد میری این کار رو انجام میدی، مثلا در زمینه یه کار داستانی اصلا کار میکنی فرزان تحریه داری برای؟ بله خدمتتون عرض کنم که من توی سوئد مدرسه فیلم رو تموم کردم، کارگردانی مستند رو تموم کردم و اونجا یکی از اون کارهای پایان مدرسه هم این بود که یک البته ویدیو نبود، فیلم 16 میلیمتری بود در واقع فیلم بود و اون یه فیلم داستانی بود، اسم سوئدیش به فارسیش خورده سخته گفتن ولی
پیام این از آسمان بود یا اینجور چیزی بود و کار داستانی و یک کار دو تا کار داستانی کلن کردم، دو تا کار کوتاه 15 دقیقه داستانی کردم که دو تاشون فیلم بودن و یک کار مستند کردم با آقای نیما سروستانی که کار مشترک بود، کارگردانیش مشترک بود و فیلم برداریش مال من بود که برای تلویزیون سوئد بود. و بعد از پایان تحصیلم 2 سال توی شرکت فیلمسازی کار میکردم که بیشتر کارمون توی کشورهای بلوک شرق مشخصا لهستان بود که یکی از پروژه در رابطه با آشویتس بود که یه چیزی نزدیک 3 ماه ما تو خود آشویتس کار میکردیم. بله، که در رابطه با اون کورای آتش‌سوزی نازی و به شکل عشق و علاقه هم بیشتر اون شکل کاره و این اواخر هم حقیقتا بیشتر توجه دارم به دخترم، اون رشته خبرنگاری رو تموم کرده کارای میدیا و داره یه کار مستند انجام میده و بیشتر توی تهیه و پشت صحنه کارای اون فعال هستم جدا از این که کارای عکاسی ما انجام میدم. و خب در واقع نسل سومه تبدیل. دقیقاً بله. و باز 12 ساله که به عنوان مدیر صحنه و عکاس ثابت یک گروه باله به نام گروه باله ایران فعالیت حرفه‌ای میکنم و یه جورایی شدیداً مشغولم. بسیار عالیه. در واقع استقبال رسانه ها بیشتر تا مردم، استقبال رسانه ها از کار فیلم تبعیدی ها به نظرتون چه جوریه؟ یعنی چقدر جا دارن، چقدر راه دارن به این رسانه ها فیلم سازان تبعیدی؟ بله، اگه بخوایم فستیوال ها هم جای توی رسانه ها جا بدیم، من به نظرم تا زمانی که اروپا و آمریکا تعیین تکلیف نکرده با رژیم جمهوری اسلامی، متاسفانه فیلم‌های تبعیدی، فیلم‌های سینمای معترض در جشنواره‌های جای خاصی ندارن. ما موارد مشخصی داریم، آقای پرویز صیاد کار فرستاده یا کارهای دیگرشو یا همین آقای مسلم منصوری و خود ما یه جشنواره خیلی بزرگ داریم توی سوئد، جشنواره سینما ایران در تبعید آقای حسین مهینی، که به هر شکل به طور کلی اینا انعکاس پیدا نمی کنن و به نظر من انعکاس پیدا نکردنش هم دلیل سیاسی داره، چون که شما خیلی راحت می بینین که فیلمایی که یه عده محدود از فیلمسازای فستیوالی از ایران فیلماشون رو توی برلین، کن، این ور اون ور نمایش میدن، ولی شما یه فیلم معترض از سینما ایران رو اینجا نمیبینید. و من به نظر اینه که تعیین تکلیف نکردن، مشخص نکردن، یعنی این سیاست مماشات باعث این میشه که بچه‌هایی که دارن توی این زمینه زحمت میکشن، کار میکنن، این کارا انعکاس پیدا نکنه. و من به نظرم یه را باز میشه، علتش هم اونه که توی دنیای جدید که اینترنت و مدیا اینقدر قوی شده، توی دنیایی که یه تیکه فیلم ندا دنیا رو تکون میده، یعنی ببینید تأثیر عکس، تأثیر فیلم توی دنیای مدیا چجوره. فیلم ندا وقتی که شما نگاه میکنین، تمام فیلم بستگی به اون صحنه آخری داره که ندا سرش رو بالا میکنه، چشماش خیره میشه به دوربین. اون صحنه با همه دنیا حرف زد و این نوع تصاویر و این نوع کارها میان که برشک تأثیرشون رو بذارن. و روزی خانه‌ها اینا مجبورن که برشک سینمای معترض ایران رو وارد بکنن. من خودم به عنوان کسی که تحصیلات سینمایی داره، من کسی به عنوان کسی که برشک عاشق سینما و عکاسی هستم، هرگز به خودم اجازه نمیدم که برم زیر سایه و زیر چتر جمهوری اسلامی کار بکنم. من وطنم رو مثل یه خونه میبینم که آتیش گرفته و من توی آتیش زدن این نمیخوام سهم بیشتری داشته باشم، برعکس میخوام این آتش رو خاموش کنم. و خاموشم کردنش هر کسی بشه، یکی کار سیاسی میکنه، یکی کار فرهنگی میکنه، بعضی هم مثل ماها دارن کاری توی این شکل کار با مهریا کار میکنن. اینه که من به نظرم نه، متاسفانه رسانه ها زیاد اهمیت نمیدن. من البته فکر میکنم که
خب خیلی از مردم هستن که در ایران زندگی میکنن و کار میکنن، کار خلاقه میکنن، حتی هنرمندانی هم هستن که کار خلاقه میکنن. طبعا این تفاوت داره با کسی که با رژیم همکاری میکنه. شکی نیست. نظرت راجع به اصولا این فیلم هایی که به صورت گلخانه ای ساخته میشه و به این فستیوال ها ارائه میشه چیه؟ یعنی در واقع فکر میکنی که اصلا غیر از این فیلم هایی که به نوعی توسط خود رژیم تقویت میشه که ساخته بشه تا بیاد به این فستیوال ها، فیلم های دیگه ای هم اصولا میتونه بیاد به این فستیوال ها و اصولا هنرمندایی که معترض واقعی هستن بله. امکان حرکت دارن تو سینما ایران؟ ببینین، سینمای ایران اول که یه سینمای دولتی هست. درست. یعنی الان تلویزیون جمهوری اسلامی اومده دست گذاشته رو سینمای ایران. یعنی میاد یه بودجه‌های محدود خیلی کم در اختیار فیلمسازا قرار میده و به وفور اینا فیلمای گیشه‌ای، فیلمای خیلی بازاری ارائه میدن. این یه نوع فیلمایی است که خب کلا برای گیشه ساخته میشه. دوم اون سری فیلمای گلخانه‌ای که خودتون صحبت میکنین سرش و به هر شکل من واقعا به لحاظ کار، به لحاظ شکل کار، کارهای کیارستمی رو دوست دارم، علاقه مندم و چون کیارستمی صاحب سبکه دیگه، یعنی برشت حالا اونجا نشسته ولی صاحب سبکه، این آدم قابل احترام کارش، سینماش. ولی خب به هر شکل وقتی که این فیلم از اونجا میاد اینجا توی جشنواره با اسم ایران میاد، درست، با به هر شکل رژیم سود مادی و معنوی میبره از این کار. درست. و من خودم حقیقتاً یعنی زیاد راحت نیستم با این کار. راحت نیستم با این شکل کار و گاهی وقتی افسوس میخورم که برشک الان زمانی که مثلا الان جعفر پناهی اونجوری در بنده و خب خیلی از این رفقا، خیلی از این دوستان بیان اصلا یه سال همه چی رو بذارن کنار، میدونم سخته، زندگی و امرار معاش خیلی هاشون از این راست، ولی واقعا یه حمایت گسترده میخواد که حداقل از اون آدمی که حتی بین خودشونه، مثل خودشون هم فیلم میساخته و امروز مورد غضب واقع شده، باشه حمایت کرد. من نظرم باید یه خورده این فضا از داخلم شعله برتر بشه. درسته. البته بگم من فقط هم این نیست که اینها فیلم هایی در جهت در واقع معرفی یه چهره دیگه از جمهوری اسلامی ارائه میدن. بعضی از آدم ها خب فیلمساز خوبی هستند، نظیر کیارستمی، و فیلم هاش قابل توجه از نظر سبک کار. ولی یک نکته هم هست در ذهن، مثلا آقای کیارستمی اعلام میکنه من زیر سقف سانسور فیلم میسازم، به مشکلی هم نداره و رشدم میکنیم. میدونی این دیگه جای حرف داره. شکلی. این آدم دیگه در واقع عملا امتیاز داره میده به سانسور. هیچ هنرمندی نیست که با امتیاز دادن به سانسور بتونه اون وظیفه انسانی خودش رو در قبال جامعه به درستی انجام بده. هر چقدر هم که هنرمند باشه، مثلا آدمی مثل رنی ریفشتال که در عرصه فیلمسازی شاید مثلا مقایسهش میکنن از نظر سطح کار با آدمی مثل آیزنشتاین، ولی فیلم پیروزی اراده رو که در دفاع از فاشیسم میسازه، ضمن این که اون فیلم از نظر سبک کار بی نظیره، ولی دفاع از فاشیسمه، دفاع از سرکوبه. طبعا بشریت نمیتونه اینو بپذیره. بعد از سقوط نازی ها گرفتن انداختن زندان 2 سال. ولی شکی نیست. بحث من هم همینه که برشک این بچه هایی که به این شکل دارن کار میکنن و کارشون خیلی خیلی ارزشمند است، ولی برشک باید باز نگاه کرد که زیر چه صفقی اینا دارن کار میکنن. وقتی من میام به عنوان یه فیلمساز تن میدم به سانسور دولتی، یعنی پذیرفتم، یعنی شرایط رو پذیرفتم، و اون موقع است که برشک سینمای من دیگه نمیتونه اونقدر مخاطب داشته باشه تا زمانی که برشک این حرف رو نزده بودم. بچه ببینین مردم، من به نظر من یه مشکل عمده که وجود داره اینه که خیلی از این دوستان به هوش و گوش مردم احترام نمیذارن. یعنی وقتی که ذکاوت مردم رو در نظر نمیگیرن و این نوع صحبت میکنن،
برشک تأثیر داره، تأثیر اجتماعیش خیلی خیلی زیاده. آقای مخملباف برشک با توجه به اون سابقه اونجوریش و این سینما فیلم های آخرش که تو ایران میگفتن شاید بهترین فیلم های نورالیسم سینما ایران باشه، ولی با این حال برشک این آدم یه جایی زیر صفق رژیم وایستاده، اسلحه به کمرش بسته، تو خیابونای تهران سال 60 مبارزه رو دنبال میکرده، سرکوب میکرده، تحویل کمیته و اوین میداده. برشک این آدم اگه امروز هم اومده این طرف تو صف اپوزیسیون وایستاده، ولی باید بیا توضیح بده، باید بیا. البته من تصور نمیکنم امروز هم اینا در صف اپوزیسیون واقعی ایستاده باشن. اینا منافع ویژه‌ای رو همچنان دنبال میکنن که بیشتر در واقع تضاد با اون مخالفتشون برای جمهوری اسلامی، تضادشون با اون منافعی که در خطر قرار گرفته است تا زندگی مردم. برای نمونه همین مثال‌هایی که زدی، هیچ کدومشون حاضر نیستن این جنایت‌هایی رو که در رژیم جمهوری اسلامی آشکار اتفاق افتاده محکوم بکنن. رژیم جمهوری اسلامی رو رژیم جنایتکار بخونن، کدومشون حاضرن این کارو بکنن؟ ظاهرا اینطوریه که خب اینها معترضن. البته من یه چیزی بگم، در جمهوری اسلامی ممکنه مثلا فیلم منو بگیرن سانسور بکنن، به من تایید کننده فیلمو برای نمایش بده، خب چاره ای نداره اون آدم. ولی هنرمند درست حسابی تن به همکاری با رژیم نمیده. بله. ما آدمایی داریم در جمهوری اسلامی که فیلم میسازن، انسانی هم فیلم میسازن و به موقعش هم در مقابل رژیم وای میسن، کوچکترین همکاری هم نمی کنن. نه رو مشخصا به رژیم میگن، فیلمشون هم به فستیوالا نمیاد، در حاشیه قرار میگیرن، امکانات فیلمسازی رو ازشون میگیرن. داریم از این آدما، با شرافت زندگی میکنن. ممکنه یه فیلمی هم بسازن فیلمشون هم سانسور بشه، خب اون دیگه دست اون خارجه، ولی اون همکاری با رژیم نمیکنه. بله. داریم از این آدما، شکی نیست. بله. هنرمندی که همکاری میکنه بحثش جداست. ببینین وقتی یه نفر میخواد پزشک بشه، وقتی که میخواد اون موقع مدارکشو بگیره، یه قسم میخوره که اعتقاد داشته باشه با اون کاری که میکنه. یا یه نفر میخواد برشک وکیل بشه، میخواد از وکالت بکنه مردم. من به نظر من یه فیلمساز، یه عکاس باید برای شرافت تصویر احترام قائل باشه. تو وقتی که برای شرافت تصویر احترام قائل باشی، اون موقع با جمهوری اسلامی که 30 سال داره جنایت میکنه خط و مرز داری. تو نمیتونی از یه تصویر شرافتمند صحبت بکنی و همزمان معتقد باشی که زیر چتر جمهوری اسلامی میشه کار کرد. من با یکی از دوستام خیلی دوستانه داشتیم صحبت میکردیم، گفتم بهترین فیلمساز به نظرت کیه؟ آقای صدرالدین تام، یکی از فیلمسازای ایرانی خودمون، گفت به نظرم بهترین فیلمساز کسی که برای جمهوری اسلامی توی جمهوری اسلامی فیلم نسازه. حالا اون نظر شخصی شد، ولی میخوام بگم که به هر شکل آخه یه سری مرزا هست که نمیشه از اونا به اون راحتی گذشت. دقیقاً. یعنی این، من البته اعتقاد ندارم که فیلم نباید در ایران ساخت. خب مردم نیاز به چیز داره، هنر دارن و باید در این زمینه فعال بود. باید علیه رژیم تا اونجایی که میشه در محدوده هایی که امکان داره براشون موضع بگیرن، فیلم خوب میشه ساخت، نه اینکه به معنای اینکه جمهوری اسلامی نمیفهمه یا اجازه میده، نه، به این معنا که شما در همون محدوده هایی که حرکت میکنید. ما داریم آدم هایی که، من لزوما اسم نمیبرم، ولی داریم آدم هایی که در اون فضا مقاومت میکنن در برابر چیز. وقتی مقاومت میکنه چون نام‌آور شدن، به ناچار یه جوری باشون مماشات میشه، همه نمیتونن این کار رو بکنن. ولی اصل روی این مسئله همکاری نکردن با جمهوری اسلامی، تن ندادن به اون سیاست هایی که میخواد جمهوری اسلامی رو در انظار عمومی مردم دنیا بیازار جلبه بده، باید در داخل جنایتاشو انجام بده. دقیقا. یعنی مقابله با چنین پدیده‌ای. در صورت ما فکر میکنم به پایان برنامه‌مون نزدیک شدیم. امیدوارم که باز هم شما و نسل جوان رو در این برنامه من داشته باشم، و اگر امکان داشته باشه که بتونیم ما برخی از فیلمات رو هم نمایش بدیم. با کمال میل. برنامه دیگه ای داریم به نام سینما سینما که در اونجا نقد و بررسی خود فیلمه مشخصا. امیدوارم که بتونیم در اونجا ما این فیلم ها رو
نمایش بدیم و حتی یک سلاید شو از کارهای عکاسیت رو به نمایش بگذاریم. در صورت ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت کردی، سپاسگزارم و پیروز باشی. منم تشکر میکنم از شما که منو دعوت کردین و براتون آرزوی موفقیت دارم. بینندگان گرامی، در اینجا برنامه دیدار با هنرمندان و نویسندگان به پایان میرسه. برای ما نامه بنویسید و ما رو در بهتر شدن این برنامه یاری کنید. تا برنامه بعد روزهای خوبی رو براتون آرزو میکنم.